بینندگان عزیز بار دیگر با شما عزیزان در این برنامه ویژه و با یک مهمان بسیار بسیار عزیز شخصیت بسیار شناخته شده و قابل احترام در جامعه کلیسایی و مسیحی امروز مهمان ما هستم و همطور که اسم این برنامه هست هدیه کریسمس به شما در این مجموعه برنامه که داریم آماده می کنیم برای فصل کریسمس فرارستن تولد و جشن تولد عیسی مسیح از خادمین رهبران شبانان و شخصیت های برجسته کلیسای فارسی زبان دعوت کردیم که مهمان برنامه ما باشند و گفتگوی با هم داشته باشیم و از اونها یک کادو بگیریم برای شما بنابراین در این برنامه امروز هم این مهمان عزیز با ما هستند و برای شما هدیه دارن به مناسبت جشن کریسمس پس آماده بشیم که با ایشون دیداری داشته باشیم صحبت بکنیم و از ایشون این هدیه رو دریافت بکنیم خب مهمان عیزه ما امروز برادر عیز من کشیش الناتان باغستانی هستن برادر عیزم حال شما چطوره؟ درود بر شما ادوین خوشحالم که در خدمتتونم تشکر میکنم از دعوتتون خیلی محبت که من لزوم نداره شناخته شده باشم ولی میدونم که نظر لطف شماست و محبت شما خوشحالم که میتونم و از مدت اول روی ماهیتونو ببینم و بعد با همگه در خدمت خدا باشیم مرسی عیزم مرسی عیزم شما در خیلی خیلی از کشورها و کلیساها من مجزید. در فیسبوک و جای دیگه شما رو دنبال میکنم و میبینم که دارید خدمت بزن. میکنید کلام خداوند رو موعظه میکنید درس میدید در تلویزیون در فضای مجازی و اینه که بسیاری از شما رو میشناسم و واقعا باعث برکت بودید ولی قبل از اینکه وارد گفتگوی خودمونیتر بشیم و بعد از شما هدیه <تصفح> کریسمس رو بگیریم اگه شما یک چند لحظه وقتی دارید اول به دوربین نگاه بکنید و با بیننده های ما سلامی بدید بهشون و آماده بشیم برای قسمت بعدی که گفته خواهیم داشت در خدمت هستیم بله با درود خدمت بینندگان محترم برنامه تلویزیونی شما شبکه خوب آیسی نت و خوشحالم که از این طریق میتونم به خانه شما بیام و دعا میکنم که در این ساعت که این برنامه رو مشاهده میکنید سلامتی خداوند بر شما هست سل خداوند و در این روزهای حساس و بسیار خاصی که بشر از اون عبور میکنه آرامش خدا بر شما باشه خوشحالم که میتونم از طریق این برنامه با کیشدوین در خدمتتون باشم خب الناتان عزیز در عزیزی، مقدمه ای که هر دو با هم سلامی دادیم به بینندگان الان وقتی بذاریم اول حال و احوالی از شما بپرسیم ببینیم که شما در چه حال هستید در این روزهای پرشور و اشتیاق فرارستن جشن کریسمس اما در این حال وقعی که در دنیا داره اتفاق میفته مسلما دل همه ما به درد اومده و واقعا در دعا هستیم برای این وضعیت بسیار بسیار خطرناک و نابسامانی که به خصوص در منطقه خاورمیانه هستش ولی قبل از اون اولا باست. که آب و هوای اونجا که شما زندگی میکنید چطور برف اومده برای شما برای کریسمس یا نه <applause> نه ما در لس آنجلس هیچ برف نداره البته هومه داره ولی بله. در اینجا یه در این منطقه که ما زندگی میکنیم فقط یه باد میاد ولی همچنان هوا خوبه خدا شکر و لذت داریم از هوای آفتابی لس آنجلس البته بله. من گفتم که حسودی شما رو در بیارم چون ما اینجا فصل زمستان ما هوا خنک بله. میشه یواش یواش بله. بارندگی ها شروع میشه و امیدواریم و چش برای هستیم که همون هولوش کریسمس برف رو دی زمین ببینیم و بچه بدو من بیرون بله. تو خیابونا برف بازی بکنن و به چیزی که بله. سنتی معروف به کریسمس برفی بله. ما در بله. کانادا البته خوشبختانه این رو دو سه ماه داریم و حالا امیدواریم شما هم دوره بر لسنلیز میدونم اونجا کوهایی هستن که اون گله هاش همه برفی میشن و سفید بله. میشن و شما از راه دور میبینید و لذتش رو حداقل از راه دور میبینید درسته الناتا نهزیز سرماش من... بله. سرماشو بله شما برای من بفرمایید بردر وقتی داریم چند دقیقه که داریم گفتگو میکنیم اولا در مورد خودتون خدمت خودتون و رسالت خودتون یه مقدار برای بیننده ما بیشتر توضیح بدید که اصلا چرا الناتان باقستانی در این مقطع زمانی داره خدمت میکنه هدف شما چیه پیام شما رو بعدا خواهیم شنید ولی این خدمتی که شما انجام میدید که سالهاست که دارید انجام میدید برای چی این تشکیل شده بله همونطور که شما میفرمایید من سالهاست به همسرم هم نازنین جون در خدمت خدا هستیم چه زمانی که ما هم ازدواج کردیم به ترکیه رفتیم سال 1991 چه بعد از اون که به ایران برگشتیم به هندوستان و بعد بعد آمریکا سالهاست در خدمت خدا هستیم ولی اون چیزی که منو مصمم میکنه که در ایامم بیش از هر وقت دیگه تمرکزم به خدمت خدا باشه کاریه که خدا در بین فارسی زبان داره انجام میده نه فقط در ایران در افغانستان گاه هم میشنویم در تاجیکستان کار عظیمی رو تو که شما شاهدید در برنامه های تلویزیون خودتون در خدمت خودتون مشاهده که خداوند داره انجام میده شاید بسیار از دوستانی که در ایران زندگی میکنن به خاطر محدودیتی که وجود داره از این آمار و ارقام زیاد ترانه نداشته باشن ولی میدونم که هزاران نفر بلکه بیشتر میلیون ها نفر هستن که امروز با ایسای مسیح آشنا شدن پس من فکر کنم که نه من بلکه نازنجان همسرم این رسالت رو داریم این دعوت از خدا داریم و لطف خداست فیض خداست که در این ایام نه فقط در امور بشارت انجیل بلکه شاگردسازی گاهن خادم سازی و کلیسا هایی که خداوند مقرر کرده خدمت کنیم بتونیم سهم خودمون رو انجام بدیم و مصممیم به خاطر که مطمئنیم خدا در بین اینا داره کار میکنه درسته شما اشاره کردید به وقایعی که در خاورمیانه میاد اتفاق میفته وقتی نگاه میکنیم خب مایوس میشیم ناراحت میشیم وقتی تلویزیون روشن میکنیم شبکه های اجتماعی رو نگاه میکنیم چطور مردم دارن از هر دو طرف اذیت میشن ولی از طرفی که میبینیم دست خدا در کاره خدا داره عمل میکنه و حضور خدا است. همونطور که شما میدونید شهادت های بسیار فراوانی وجود داره که چگونه خدا ملت ما رو داره لمس میکنه ملاقات بکنه فکر میکنم که خداوند میخواد که ما در این ایام با ایمان به قوت به نام عیسی مسیح آنچه را که خدا ما عطا کرده بتونیم انجام بدیم آمین و آمین شما در این چند سال گذشته به خصوص نقش شبکه های اجتماعی و ماهواره و تلویزیون رو در رسانیدن این پیام و رسالتی که خداوند به کلیسا داده اینو چجوری بررسی میکنید؟ چجوری میسنجید؟ آیا به نظرتون درها داره بازتر میشه؟ مردم دارن راغبتر میشن؟ متمایل بیشتری میشن به پیام انجیل چون خیلی از جوانان در ایران الان به خاطر شرایطی که هست و زده شدن از مسائل مذهبی و ظاهری که به عنوان دین حالا هر چی که معرفی شده حتی از شناخت حقیقی خداوندم رو برگردوندن و خیلی ها به سوی و حتی اگناستیک و اینطور چیزا رفتن دنبال فلسفه ها و ایدئولوژی عجیب و غریب شما فکر میکنید که ما الان در این مقطع زمانی در چه وضعیتی هستیم از لحاظ توانایی و توانمندی رسانیدن پیام انجیل به به خصوص قشر جوانی که طبق آماری که من خوندم حدود 68 درصد جمعیت ایران زیر سن 35 هستن بچه های تحصیل بله. کرده روشنفک هستن که دنبال بله. به قول معروف پامنبری دیگه نیستن اینا از یه راهی دیگه باید باشون صحبت کرد نظر مه. شما چیه؟ خب درست دارد بگیم من بیدم یاد که سال 2003 که برای اولین بار برنامه های تلویزیونی خودمون شروع کردیم به اون شکل شبکه های اجتماعی فعال نبودن ولی خدمت در تلویزیون ما را کشون به که وارد صفحات مجازی بشیم و خب بله. طبیعتاً و از پندمیک همونطور که شما شاهد هستید و از پندمیک که بسیار ایران و مردم دنیا تاثیر منفی گذاشت مردم رغبت پیدا کردن که به صفحات اجتماعی برن خب میدونم در ایران محدودیت وجود داره ولی خیلی جالب برای من که هر موقع محدودیت هست ایرانیا دنبال راهی میگردن که بالاخره بتونن دسترسی دست پیدا بکنن و همونطور که داره در این حال که بسیاری هست از خدا زده شدن البته نه خدایی که ما معرفی میکنیم چون میان پیغام انجیل از ما میشن. هم میگن این خودوی که شما میگید با اون خدایی که ما از بچگی شدیم بسیار متفاوته ولی از طرف دیگه تشته هستن قشر جوان خود من که در خدمت شاگردسازی فعال هستم میبینم که اقلا از ده تا شاگردی که وجود داره شاید پنج شیش تا هفتشون نوجوان و جوان هستن یه زمانی جوانان بودن ولی نوجوانان هم با تمام مشغلهایی که وجود داره مثلا اگه پدر مادر یا ترسی وجود داره رغبت دارن و میان و میپرسن و تحقیق میکنن بنابراین نقش ما خیلی مهمه میدونم که شما هم در شبکه خودتون در خدمات خودتون این کار انجام میدن بسیاری برده خواهرای دارن این کار انجام میدن بنابراین این همه تجربیات که وجود داره حالا شرایط طور شده که مردم دوربین هم جلوشو میزن در خانه خودشون حالا میان جلو دوربین صحبت میکنن شاید در داخل کشور نمیشه این کار که در خارج کشور بسیاری دارن که بتونن کلام انجیلو برسونن پس برده ادوین من فکر کنم یکی از چیزهایی که خیلی مهمه برای اینکه مردم جذب تعالیم غلط نشن چون تعالیم غلط هم هست کسایی که ادعا میکنن مسیح هم ولی مسیح نیستن تعالیم غلط, غلط هم هستن نقش ما بسیار حیاتیه که بتونیم نه خودمون کلیسه های خودمون عزیزانی که با ما در ارتباط هستن تشویق کنیم که از این طریق به خانه های مردم برن و اونها ارتباط برقرار کنن نقش بسیار مهمیه آمین آمین الناتان عزیز من فهمم که میخوام وقت رو بیشتر به شما بدم که این هدیه رو که بسته کردید با کلام خدا برای ما امروز بیارید و به بیننده های ما و به عزیزانی که مشتاق شنیدن پیام کریسمس و نزیزش. امید بخش کریسمس هستن این رو به شما بسپاریم و وقت رو به شما بدیم پس یک ویدیو کلیپ کوتاه رو نگاه میکنیم و وقت رو میدیم به شما که آماده باشید برای رسانیدن این پیام ازان پس یک ویدیو کلیپ کوتاه رو تماشا کنید برمیگردیم با برادر کشیش الناتان باغستانی و هدیه ایشون برای کریسمس با شما سپاس سپاس از کشیدوین عزیز و تمام همکاران که این فرصت فرام شده که خدمت شما بیایم و بتونیم لحظاتی راجع به بزرگترین هدیه که کلام خدا به ما معرفی میکنه صحبت کنیم میخوام بهتون بگم که آن هدیه که امروز من خانواده صحبت کنم خود بنده در سال 1982 یعنی 42 سال پیش بر حسب رحمت خدا فیض خدا او رو تجربه کردم زمانی که در پیمون نبودم زمانی که فکر کردم که خدا برنامه خاصی برای من داره یا فکر خاصی داره و وقتی به کلیسا رفتم در چه ایامی وقتی کلام خدا رو خواندم متوجه شدم که چقدر خدا هدیه بزرگی رو برای من در نظر داره عنوان پیامی که در خدمت شد دارم هدیه محقر ولی گرانبها و الزامی خدا هستش وقتی ما نگاه میکنیم به هدایایی که در دنیا وجود داره خیلی از اونها گرانبها هستن در این ایامی که ما داریم میریم جلو در ایام کریسمس در سراسر دنیا میدم در خود ایران هم چقدر مردم علاقه من که هدیه های گرانبهایی رو ت... بیدار کنن تهیه کنن بخرن و به دوستانشون عزیزانشون کسانی که باشون زندگی میکنن بدن ولی حقیقتی که ما با اون روبرو هستیم اینه که در حینی که مردم خرید میکنن بسیاری تمرکزهای افراد زیادی بر خود هدایا و زواهر کریسمس هستش شاید لزوماً ظاهرا کادو باشه کادو که بابا میاره که من هیچ مخالفتی ندارم اما قشنگه دوست دارم که بابا نوئل به منم هدیه بده یا مهمانی باشه درخت کریسمس باشه چیز خیلی زیبایی که وقتی هم بهشون نگاه میکنیم همه اونها شاید معانی خوبی هم داره چون صحبت از شادی و جشن و برکت میکنه ولی ایده هم هستن که علاوه بر همه اینها تمرکزشون بر هدیه اصلی هدیه الهی خدا هستش که عیسی مسیح هستش که میدونم خیلی از ما که امکاناتشو داریم نک خارج از کشور به کلیسای ساختمونی میریم جای عضو هستیم میریم جشن میگیریم بیاد میاریم ولی متاسفانه میدونم که خیلی از شما که در داخل کشور هستید محدودیت رو دارید برای برنامه های تلویزیونی میتونه این محیط رو برای شما به وجود بیاره عیسی مسیح همون هدیه هستش که خدا برای ما جهانیان در نظر داره او عطا کرد چیزی رو که قبلا خودش برنامه‌ریزی کرد اگر کتاب مقدس رو بخونید به عهد برید می‌بینید که چطور خداوند بارها و بارها به شکل‌های مختلف گفت که من می‌خوام به شما هدیه رو بدم و به فکر می‌کردن که هدیه که خدا میخواد بده ظواهر مختلفی داره شاید خیلی مجلل شاید کسانی که در زمان تولد مسیح زندگی میکردن فکر کردن که اون میاد اونها رو از دست ستم رومیان نجات بده ولی بعدا که به انجیل نگاه میکنیم کتاب مقدس ما نشون میده که برخلاف آن انتظاری که مردم داشتن عیسی مسیح هدیه عظیم خدا یک هدیه بسیار ظاهرا محقر بود چرا که وقتی او به دنیا آمد توسط دختر باکره به دنیا آمد که هنوز ازدواج نکرده بود از طرف که جایی نبود که بچه متولد بشه در یک استبل محقری به این دنیا آمد و بسیاری چیزهایی که افراد میپنداشتن فکر میکردن برای همون که خیلی شاید ایمان نیوردن در ابتدا به عیسی مسیح چون فکر نمیکردن که این هدیه جانب خداست اگر هدیه جانب خداست باید خیلی مجلل باشه خیلی زیبا باشه که درست هم هستش که بعدا وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه میکنیم به شخصیت مبارک رو وقتی برمیگرده در بازگشت ثانوی خودش ما جلال و قوت رو می در میبینیم ولی در عین حالی که ظاهری زیاد مجلل نداشت ما میدونیم بزرگترین ترین مهمترین حقیقت نجات بشر رو عیسی مسیح خودش برمغان آوردش خب بسیار مهمه بسیار فهم میکنن که مسیحیت یا مسیح برای مسیحی ها هست خب ما تو ایران که بودیم شاید سالا قبل میکنم ارامنه یا آشوری که خیلی هم عزیز هستن دوستان خوبی هستن که داریمشون اونها هستن که باید مسیح باشن وقتی کلام زنده خدا رو میخونیم وقتی پیغام تواد عیسی مسیح آشنا میشیم میبینیم که عیسی مسیح برای تمام جهانیان آمد که من میخوام به چند تا از اون موارد اشاره بکنم که چرا عیسی باید میومدش اولین چیزی که برای من مهم است وقتی انجیل مقدس رو نگاه میکنم و تولد خداوند ما رو مرور میکنم اینم که حضور عیسی مسیح با خودش به میان ما چیکار میکنه هدیه بسیار عظیمی رو محسوب میکنه شما وقتی به متا با به یک آیه 23 نگاه میکنید کلام خدا لقب این فرزند رو امانوئل مینامد امانوئل یعنی خدا با ما پس حضور خود عیسی مسیح بزرگترین هدیه است من میدونم که بسیار از ما ایمان داریم مثلا دوستان غیر مسیح که عیسی خیلی کار عظیم میکنه ولی عیسی فقط نیامد که معجزه بکنه کار عظیم انجام بده بلکه حضور مجلل او حضور عظیم او که الان کنار شماست همین که داریم برنامه رو تماشا میکنید اگر به عیسی ایمان دارید کنار شماست بزرگترین هدیه هستش عیسی هدیه است که با مادر خودش آمد تا اینکه با ما دردمندان که ایام خیلی از مردم ما دردمند هستن همدردی کنن اگه به ابرانیا نگاه بکنیم من آیه رو از کلام خدا دارم ابرانیا باب چهار آیه 15 و 16 بله خیلی ممنون میبینیم که نویسنده میفرماید که کاهن اعظم ما کسی نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند راجع به عیسی داره صحبت میکنه بلکه کسی که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نشد پس بیایید به ما داره میگه با دلیری به تخت فریز بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم درسته آمین آمین او نه فقط حضور داره بلکه در زمانهایی که نه فقط زمانی که متولد شد قوم خودش در زرد در و زحمت بودن بلکه امروز که ما در درد هستیم در زحمت هستیم در مصیبت هستیم او میتونه با ما همدردی بکنه چون انسان شد شما رو میفهمه اگر او انسان نمیشد چطور میتونست ما رو بفهمه نه حتما او میفهمه چون خداست ولی او انسان شد که ما بگه که من کنارت هستم با تو هستم تو رو فراموش نکردم چقدر زیباست او هدیه ای است که آمده تا با ما همدردی کنه اگه دردی دارید به عیسی بدید اگه غمی دارید به عیسی بگیر این چیزی بود که وقتی ما کلیسا رفتم اولین بار سودش رو در کلیسا میخواندیم دوم عیسی هدیه خداست که آمده تا آرامش خودش رو ما هدیه بکنه بزرگترین هدیه خدا هللویا عیسی فرمود که من آرامش خودم به شما میدم لوقا وقتی انجیل مقدس خودش نویسه در واقع تعهد مسیح در فصل دو آیه دوازده اینطور شهر میده بر ما اگه انجیل لوقا رو کنیم بله خیلی ممنون با به دو دوازده میگن خدا را فرشتگان دارن میسراین خدا رو در بدترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح سلامتی باد خدا رو شب کیو میشه وقتی متولد شده باشه فرشتگان بر او و حتی بگوین که او آمده سلامتی رو به زمین بیاره امروز دنیای ما زمین ما کشور ما مردم ما شما احتیاج به صلح سلامتی دارید بگی خداوند هدیه ای تو را میپذیرم دریافت بکنم متشکرم که آمدی تا که من آرامش بدی و سوم یکی از مهمترین نتایج تودیسهای مسیح اینه که میخواد ما از اون بهره ببریم اینه که پارسایی و عدالت خدا رو ما بده هیچ کدوم از اینا که خدمت گفتم هیچ بنی بشری هیچ کسی که اسمش پیامبر نبی هست یا رئیس جمهور از پادشاه هست هرگز نمیتونه به این جهان بده اتفاقا هر چی داره میگه و دست این افراد هستش به غیر از اینه ما نمیتونیم اینو به جهان بدیم عیسی مسیح آمد با تولد خودش تا اینکه پارسایی و عدالت خدا رو بده او کسی شد که بعدا کسی بود که آمد به دنیا بعدا در انجیل مقدس میخوانیم که بر روی صلیب میره جریمه گناهان رو پرداخت میکنه تا اینکه اگه ما به ایمان بیاریم نه فقط گناهان بخشیده شه بلکه عدالت خدا بر ما قرار بگیره به خاطر گناه من و شما ناعادل هستیم منو و شما نمیتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم شاید به خاطر همینه که عبدو هم که کشیش فر بودن بسیاری هستن که وقتی نزد خدا میخوان برن میگن او خدا که من نمیپذیره برای چی برم ولی وقتی ما گناه خودمون رو به خدا بدیم هدیه خدا رو که عدالت خداست دریافت بکنیم مسلما میتونیم به حضور خدا با شجاعت بریم کسانی که تنها میتونن به درگاه خدا وارد بشن که عادل هستن شما امروز فرصت دارید که عادل بشید دوم قرنتیان رو با هم نگاه فصل پنج آیه دوازده بله خدا برای ما مسیح را که تجربه با گناه نداشت در گناه ما سعیم سا تا وسیله اتحاد با او در حضور خدا کاملا نیک محسوب شویم خدا رو شکر این اراده خدا بود که عیسی بیاد او تنها کسی بود که به دنیا آمد که یه روزی بمیره شما پدر مادر هستید نه کی حاضر بچه شده تو فکر کنه که یه روزی بمیره متاسفانه کشور ما مردم ما در این یک سال گذشته در این چند سال گذشته تجربه تلخ داشتید که فرزندان خودتون رو دادید و کشته شدن و شهید شدن ولی خداوند عیسی مسیح آمد برای ما مرد جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد تا ما بتونیم با اتحاد با او بتونیم به حضور خدا بریم و در آخر در این وقت کمی که دارم میخوام بگم که از این سبب وقت که ما از گناهان خودمون توبه میکنیم عیسی مسیح را به عنوان بزرگترین مهمترین عظیمترین مجللترین هدیه خدا به قلب خدا پذیریم هدیه زندگی ابدی رو دریافت میکنیم دقت که که چه جرنی زیبایی رو خداوند داره او به دنیای ما آمد با فروتنی او در یک کاخ متولد نشدش او فروتن زندگی کرد او فروتن رو صلیب رو او قیام که از مردگان تا بلکه ما به او ایمان بیاریم و ابدیت رو با خدا سپاری کنیم به یه آیه نگاه کنیم با هم میگه در انجیل یوحنا فصل 10 و 28 یوحنا شاگرد مسیح فرماید که عیسی گفت من با آنها یعنی کسانی که او رو بپذیرن اونا چه صحبت میکنیم حیات جاودان رو میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد شما وقتی به عیسی میارید من که به عیسی مسیح ایمان آوردم هرگز حلاک نخواهم شد و هیچ کس هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من درآورد خدا را شکر برای هدیه زیبای خدا شاید وقتی ما نگاه میکنیم در این تصاویر در این چیزهایی که در اطراف ما شاید از وقتی راجه مسیح صحبت بکنیم یک آخور رو میبینیم چند تا حیوان رو جا میبینیم جای مجلل و زیبایی نیستش که نگاه کنیم ولی بدانیم که تولد عیسی مسیح بزرگترین با شکوه ترین تاریخ بشریت بوده او به دنیای ما آمد تا که ما رو به دنیا خودش ببره سوال اینجاست آیا حاضرید که این هدیه خدا رو پذیرید خیلی ها هستن که ما میپذیریم پشیمون میشیم از کسانی که ما هدیه دادن ولی هرگز با پذیرفتن هدیه خدا هرگز شما پشیمون نخواهید شد این اراده خدا برای من و شما در مسیح عیسی که بزرگترین هدیه خدا تجربه کنید خواهش میکنم قلب خودتون رو به اسپری مسیح بسپارید دعا بکنید و حتما از خدا بخواید که وارد قلب و زندگی شما بشه و به این طریق بتونید هدیه خدا رو تجربه کنید فیض خدا دعا میکنم که این کریسمس کریسمس 2023 بزرگترین عظیمترین کریسمس ممکن برای زندگی شما باشه که عیسی رو پذیرفتید که بتونید سالهای بعد مثل من بیاد اینجا شهادت بید که بله خدا من زندگی من عوض کرد شما برکت میدم به نام قدوس عیسی مسیح و میلاد تجسم خداوند و عیسی مسیح رو به شما به کلیسای او تبریک میگم خدا برکت تو آمین و آمین چه کلام شوق، شوق. پر و زیبایی رو شنیدیم از بردر از این که شلناتان باقستانی وعده های خدا رو که چطور خداوند در این ایام وعده های رو که داده بود به تحقق رسون مجسم شد مم. خود وعده ها عیسی مسیح خودش تحقق و تجسم تمامی وعده های خداست ماله. که در کریسمس این رو میبینیم و خدا رو شکر برای طفل بیت لحم و اون واقعی کلیدی تاریخ بشر که دو هزار سال پیش خدا وارد عرصه زمان و مکان شد و اومد با ما زندگی بکنه و ما رو نجات بده الناتان عزیز واقعا سپاسگزارم برای این پیامت و خدا رو شکر برای اینکه قلبت هنوز و هنوز میتپه برای ایران و ایرانیان فارسی زبانان در سراسر دنیا در افغانستان تاجیکستان هر جایی که فارسی زبانان هستن و علا بر اون میدونم و هر کسی که برسی علا رقم زبان و نژاد و فرهنگ اگر بتونی چیزی بهشون بگی کلام خدا رو و بشارت انجیل رو بهشون هلا. انتقال میدی من هم به نوبه به خودت به خانواده عزیزت به خدمتت تبریک میگم کریسمس رو فرستن این جشن زیبا رو و آرزوی بهترین ها رو موفقیت و برکت ها رو و تمام اون چیزهایی که در اهداف رویاه های این سازمانی است که شما ریاستش رو دارید از واقعا از ته دلم آرزومندم که در سال 2024 سالی باشه سال تحول سال انقلاب روحانی در زندگی تک تک ایمانداران و من و شما عواملی باشیم در فروتنی عواملی باشیم هلی. که در فیض خدا بدون اینکه ما لیاقت چیزی رو داشته باشیم اما خداوند از ما استفاده بکنه برای برکت دیگران مرسی الناتان عزیز و... مرسی اگه پیامی داری دقیقه آخر بازم میسپاریم شما اگه خدافیزی میخوای با ایزان و کلام خدافیزی دارید در خدمت هستیم عزیز من خسته نمیشم که با شما مشارکت داشته باشم اونجا حضور خدمت رو رسیم زمانی که برف میومده در اون سالی که اومدیم با هم بودیم و چقدر خاطر بله. خوب بود همچنان من خدمت شما رو شاهد هستم برکت میدم نه فقط شما رو محافظت و برکت خدا رو برای شما و برای خانواده محترمتون برای همکاراتون میطلبم و دعا میکنم که در سال 2024 وارد کار جدید و عظیمی از طرف خدا باشیم خیلی ممنون که آمین. از در خدمتتون خدمت باشم به فیض خدا که به زودی هم میگر خدا برکت عیزم روز و شبت بخیر باشه الناتان عزیز تشکر خدا برکت دانگر. این هم یک هدیه دیگه ای بود از یکی از خادمین عزیز ما در جامعه مسیحی و کلیسایی بردر ما کشیش الناتان باغستانی که هدیه کریسمس رو برای شما آوردن و تقدیم کردن این مجموعه ها که فرصتی است که با خادمین عزیز با کشیشان شبانان و رهبران پرستشی و دیگر عیزانی که شناخته شده هستند در جامعه مسیحی و کلیسایی فارسی زبان گفتگوهایی داشته باشیم و هر کدومشون از دیدگاه خودشون با سبک خودشون با گویش خودشون هدیه بیارن برای شما و هدیه کریسمس به شما تقدیم بشه. گذاریم که در این برنامه با ما بودید و به امید دیدار مجدد با یک برنامه دیگری با یکی از عزیزان هدیه کریسمس به شما. روز شبتون بخیر.